به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همکاران محترم. مجموعه جدیدی از ترانزیشن های هندی منتشر شده، 1070 ترانزیشن به همراه افکت های صوتی. این مجموعه ترانزیشن رو میخوام خدمتتون معرفی بکنم. بعد از اینکه ترانزیشن رو تهیه کردید، وارد درایو سی بشید، پروگرام فایل ادوبی 2018، وارد پوشه پریست بشید و این مجموعه رو در این قسمت کپی بکنید. وقتی که وارد پوشه ترانزیشن ها بشید، شما در 5 رزولوشن مختلف ترانزیشن های طراحی شده رو به صورت دسته‌بندی در اختیار دارید. این ترانزیشن ها جزو ترانزیشن های پروژه محور هستن که باید داخل یک پروژه پریمیر دیگه ایمپورت بشن و نسبی نیستن. یک پوشه داریم تحت عنوان ترانزیشن پریویو. وارد این پوشه بشید. روی آخرین گزینه که یک فایل HTML هست دبل کلیک بکنید. در این قسمت پریویو این ترانزیشن ها رو میتونید مشاهده بکنید. ببینید دوستان، این ترانزیشن ها در 36 دسته‌بندی در اختیارتون قرار گرفته. الان دسته‌بندی 1 هستیم. همونطوری که می‌بینید، میتونید بیایید پایین و تمامی این 36 دسته‌بندی رو بررسی بکنید و جلوه‌های مختلفی که شرکت سازنده طراحی کرده رو بررسی بکنید. پس این شد بخشی که میتونید ترانزیشن رو بررسی بکنید. در این دو پوشه هم فوتج و ساند افکس ها رو در اختیار دارید، متریالی که همراه این پروژه ها ایمپورت میشه. و اما پوشه‌ای که ما باهاش کار داریم، این پوشه اول هستش. ببینید بچه‌ها، حجم ترانزیشن 1070 تا خیلی زیاده و تنظیمات و سکانس بندی زیادی داره. شما اگر به عنوان مثال در این قسمت بیایید این پروژه فول اچ دی رو وارد بکنید و 1070 تا رو داخل پروژه پریمیر خودتون ایمپورت بکنید، احتمال اینکه پریمیر هنگ بکنه خیلی هستش. به نظر من بهتره که به صورت کلی این رو وارد نکنید، مگر اینکه سیستم خیلی خوب و قوی داشته باشید. بیایید وارد پوشه اول بشید. در این قسمت همین دسته‌بندی فول اچ دی، همونطوری که ببینید، در 36 دسته‌بندی مختلف تمامی اون ترانزیشن ها رو در اختیارتون قرار داده. یعنی شما اگر پریویو رو دیدید و احساس کردید که در واقع دسته‌بندی 15 یا 16 مورد نیازتون هست، فقط همین دسته‌بندی 16 رو انتخاب بکنید و وارد پروژه پریمیر خودتون بکنید. ایمپورت که به اتمام رسید، شما الان دسته‌بندی 16 این ترانزیشن ها رو در اختیار دارید. واردش که بشید، همونطور که ببینید، پوشه فوتج و سانتا هستش، متریالی که داخل این افکت ازش استفاده شده. مجدد وارد همین دسته‌بندی 16 بشید. دو تا دسته‌بندی در اختیار ما قرار گذاشته. هر کدوم رو که خواستید انتخاب بکنید. به این علامت‌های سکانس که رسیدید، در واقع اینها ترانزیشن‌های شما هستن. موس رو روی هر کدوم نگه دارید و به چپ و راست حرکت بدید، جلوه‌ای که برای شما طراحی شده رو میتونید ببینید. روی یه دونه از اینها کلیک کنید تا حالت انتخاب به خودش بگیره و در این قسمت این دکمه رو در حالت سفید رنگ خودش بذارید تا لایه‌های درونی این ترانزیشن شناخته بشه. این V1 رو خاموش میکنیم برای اینکه دموی ویدیوی این ترانزیشن وارد نشه و بعد این ترانزیشن رو میکشیم میاریم پایین و روی کات خودمون قرار بدیم. توجه داشته باشید این مارکرهایی که روی این لایه هست باید حتما روی این خط برش فیلم شما قرار بگیره. اگر میخواید اطلاعات بسیار بسیار کامل و جامعی در مورد نحوه استفاده از این ترانزیشن ها رو داشته باشید، به سایت مراجعه بکنید و آموزش شماره 24 رو ببینید که در اون آموزش به صورت کامل و مفصل تمامی امکانات موجود در نرم افزار پریمیر برای استفاده کردن از این ترانزیشن ها رو کاملا خدمتون توضیح دادم. امیدوارم که از این ترانزیشن هم استفاده بکنید و لذت ببرید. موفق باشید.